اگر شما مثلا خوشحالید از اینکه چک سولو از ممزی داریم، یه لایک دم ورود بزن، یه دونه ام اس بنویسید تو کامنت ممزی سولو. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فول لایف. بالکنی از ممزی رو داریم، از سان کلود ممزی داریم کارو گوش میدیم. تو یوتیوب آپلود نشده بود که من لینکو بذارم، یادم من پیدا نکردم. لینک تو دیسکریپشن هست، میتونید از اونجا گوش کنید، از پلتفرم سان کلود ممزی. بجز اون لینک کانال یوتیوب دلول، کانال یوتیوب اسم نره تو دیسکریپشن قرار داره، شاید دوست داشتید اونجا رو چک کنید. اگر فورگنگ کارو با چی توی کامنت بریم سراغ بالکنی از ممزی. تا بچه ها یه چیزی من امروز توی تحقیقاتم متوجه شدم که انسان ها کانتیجس هستن، مخصوصا ایموشن انسان ها بسیار کانتیجس. درست دارم میگم؟ کلمه جدیدی یاد گرفتم، یعنی خیلی مصریه احساساتمون. اینجا یه سوال میکنم، تو ویدیوی بعدی جوابشو بهتون میگم. به نظرتون فکر میکنید انسان ها در مواجهه با یک انسان جدید اول کجا رو نگاه میکنن؟ اینو اول بنویسید جوابشو، من بخونم کامنتاتون رو، ویدیوهای بعدی توضیح میدم داستانش خیلی چیز باحالیه. خلاصه بیت با ایدی یو ایدی بی دید بی دیس بیت گوز کریزی، همونه. میکس مسترینگ با ایرگاد، کاور با آلیکو، تکست محمد، تکست با ممزی اومی پروداکشن. روی بالکنی یک برج توی دبی هم عکس انداخته. ستون ممزی هم به تازگی بلاند کرده کله رو، باشگاه رو سفت پیش گرفته. دمت گرم، ارادت مصری باشه انشالله داداش، یاد بگیرن ازت بچه، یاد بگیرید از ممزی. برو بریم. سامپل کیه؟ همیشه دارم چی سرد میکنیم دوا، دوباره رفت شکون دلا بازم تنها، یه تن سر روشن داخت صدای دریا میکنه گرین تنها، یه تن سر روشن داخت صدای دریا، یه تن سر روشن داخت صدای دریا، یه تن سر روشن داخت صدای دریا میکنه گریه امشب تا خود فردا، زیر پاش کل شهرت تو این بالکنی، اون دلش با یکی دیگه است و الان با تو نی، نصف خوش میندازه اونو یاد روزای خوب، هنوزم حدی مثل قرص میندازه اونو یاد روزای خوب. کثافت از این جمله میشه که با تو نی، نصف خوش میندازه اونو یاد روزای خوب، هنوزم حدی تنش روزای بارونی، اون میره یادش تو رو امشب، شکاشو یکی دیگه با کرد، کمی دیره بگی برگرد، اومد تو بد کرد، بس نگو برگرد، بس نگو برگرد، دیره بگی برگرد، اومد تو بد کرد، بس نگو برگرد، بس نگو برگرد. همیشه دارم چی سرد میکنیم دوا، دوباره رفت شکون دل و بازم تنها، یه تن سر روشن داخت صدای دریا میکنه گریه امشب تا خود فردا. بچه بیت ساده بودن و مینیمال بودن بیتش دقت کن، اینجور بیتا رو نمیخوام بگم سخت در آوردن این کار رو فلان اینا، نه یه سری مهارت خاص میخواد. ممزی از اون آدمایی که خیلی باحاله. حاج رامنانی بیتو من خیلی دوست دارم، کیکای بیتشو خیلی دوست دارم، اون هارد بودن کیکاشو و اون جا گذاریشو، ولی خیلی جذاب ممزی معمولا اینجور ترک ها رو که خیلی بیت صرفا یه بستره، خیلی خوب دربی، خیلی خوب شروع میکنه، خیلی خوب میکشونه تا آخر ترک. دوباره رفت شکون دلا بازم تنها، یه اصلا قیافش نمیخوره، یعنی سیسو میبینی واقعا مثلا من عکسم از یه کسی که نمیشناستش نشون بدم، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه مثلا کشتی کج کار، دومین چیز بوکسور، سومین چیز مثلا دراگ دیلر، واقعا رپر و آرتیست و وکالیست و اینا به ذهنشون نمیرسه، ولی خیلی خیلی آندرریتده، خیلی توانایی داره تو وکال، توانایی اونجوری که مثلا بگیم رنج صداش خیلی خفنه و اسکیلای زیادی بلده و اینا، نه منظورم اون نیست، سلیقه داره، ایموشنای خوب، ایموشنی که تو ذهنشه رو خیلی خوب میتونه با صداش و ملودیایی که بلده منتقل کنه، اینجوری بگم بهتر. بس نگو برگرد، بس نگو برگرد، همیشه دارم چی سرد میکنیم دوا، دوباره رفت شکون دل و بازم تنها، یه تن سر روشن داخت صدای دریا میکنه گریه امشب تا خود فردا، همیشه دارم چی سرد میکنیم دوا، تن سر روشن داغ درشن داره چیزو میگه دیگه، دوبه یو میگه که شنشن داغ داغه، تا خود فردا همیشه دارم چی سرد میکنیم دبا، دوباره رفت شکون دلو بازم تنها،
یه تن سر روشن اتاق صدای دریا میکنه گریه امشب تا خود فردا. میتونی ببینی تو چشماش که خونو دیده، نمیدونی از دوری تو اون چی کشیده، میشنوی درد رو توی صداش که خش داره، نمیخوای ببینیشون و دوباره دیر رسیده، دیر اومدی زده تو رو دارد باز، مثل رولش میپیچتت میده پاس، میگه دلم باز، مثل رولش میپیچتت میده. نه نوت اینستا گذاشته بود مثل رولت ها، مثل رولش میپیچتت میده پا، اومدی زده تو رو دو، یعنی میگه که نگودی برگرد دیگه، دیر اومدی، یعنی که دیر اومدی این رولم میپیچم پاسکاریت میکنم بین من و برادرام، نمیخوای ببینیشون و دوباره دیر رسیده، دیر اومدی زده تو رو دورت باز، مثل رولش میپیچتت میده پاس، میگه دلم خواه شده همه چی تو خالی، نکرد واسه تو اون کاری، میزنه حرف تکراری، میشینی تنها تو بار هر شب مسی تو اجباری، میگن خوشحاله با اون و تو گریت رگباری، تو سایکوی مریض شدی عاشق روانی، بیشتاری هنو غیرت حتی اگه با تو نی، همیشه دارم چی سرد میکنیم دوا، دوباره رفت شکون دل و بازم تنها، یه تن سر روشن اتاق صدای دریا میکنه گریه امشب تا خود فردا، همیشه دارم چی سرد میکنیم دوا، دوباره رفت شکون دل و بازم تنها، یه تن سر روشن اتاق صدای دریا میکنه گریه امشب تا خود فردا. تراک بالکنی از موزی چکیه، لاف سانگی که دو تا حس عمده ای که من ازش گرفتم و به من منتقل شد، غم به علاوه غرور بود. یعنی احتمالاً داشت از استیجی از ریلاتیون شیپ صحبت میکرد که تو از رفتن طرف غمگینی مثل سگ، ولی اونقدر مردی که میدونی غم جزی از زندگیه و اگر ناراحتی قرار نیست جا بزنی و به طرف بگی برگرد، به طرف اجازه برگشتن نمیدی، مونتا هنوز دوستش داری، هنوز روش غیرت داری، هنوز یا گریه میکنی یا دوست داری گریه کنی، شب تا صبح واسه شو مست میکنی که از سرت بپره و فلان. چکی که توی اون ما میتونیم لایف استایل اومه و وان من آرمی رو قشنگ ببینیم. اگر لایف استایل کسی اصلا یه دورچی از همچین چیزی میخواست بخونه جور دیگه ای میخوند، اون یه لایف استایل دیگه رو پیش گرفته، یه ایدئولوژی دیگه داره، ولی اومه که وان من آرمی باشه، آرمی جا نمیزنه به خاطر یه عشق، چنونه به خاطر یه حس ناراحتی، به خاطر اینکه دلش یکی رو میخواد. وان من آرمی کاری که باید بکنه رو میکنه، مهم نیست دلش چی میخواد، مهم نیست چقدر دلش واسه طرف تنگ شده، مهم نیست چقدر طرفو دوست داره. چیزی که من خیلی همزاد پنداری میکنم باش، نزدیک واقعا به ایدئولوژی نگم ولی خب به نوع نگاه من به زندگی خیلی نزدیکه، بیشترین چیزی بود که از ترک من دوست داشتم این ایدئولوژی، این که دوستت دارم ولی گم شو، با این که عاشقتم برو دورچی فرق داره. من میگم مثلا دورچی قش نقطه مقابل این حسیه که من از اینجا داشت ازش میخوند، نمیخوام مقابل همم قرار بدم که مثلا اون بده این خوبه، اصلا منظورم این نیست، چون دو سر دو تا طیف مختلفن از لحاظ احساسات. مثال زدم چند روز پیشش هم یکی از دوستان صحبت میکردم، این چک به ایدئولوژی من نزدیکه ولی من ناراحت باشم یکی از دست داده باشم این چک رو گوش نمیدم. میدین چرا؟ چون این کاریه که انجام میدم آلردی، حتی نمیدونم شاید هم گوش کنم، خیلی وقت تو استیج نبودم، ولی میدونی چی میگم، من چیزی رو از موزیک میگیرم که انجام نمیدم، هممون اینجوری حسی رو از موزیک میگیریم که خودمون انجام نمیدیم. مثلا من اگه ورزش میکنم واقعا موزیک راجع به ورزش گوش نمیدم مثال، ولی میدونی بحث چیه؟ بحث هم اینه که مردا ناراحتیشون همراه یه غرور و یه خشم و چنین حالتی بروز داده میشه، هیچ وقت از درون شکستن خودشون مرده نمیاد نشون بده، حالا بعضی نشون میدن مردتر باید چندیه خورده خب، ولی چیزی که وجود داره، من نمیخوام خیلی وارد بعد روانشناختی شم که مثلا این چقدر آن هلسیه، ولی خب چیزیه که پسندیده است توی جوامع امروزی که مرد استوار باشه و نشون نده خودشو. خب
حالا اون مردی که در مواجهه با خیانت یا چه میدونم ترک شدن خیلی ناراحته ولی خودش بروز نمیده، اون ناراحتی و اون از تو شکستن رو بروز نمیده، خودشو با یه سری موزیک های آروم میکنه که دارن از اون از تو شکستن، از اون حجم آسیب پذیریشون صحبت میکنن. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که شما دارید با موزیکی که گوش میدید، بستگی حالا به وایبی که و مودی که اون موزیک منتقل میکنه، همون مودی که میخواید از موزیک، شما دارید یه بودی از وجودتون رو با اون موزیک پر میکنید احتمالاً که زندگی واقعی نمیخواید بکنید. آقا موزیک راجع به دراگ دیلر بودن و گنگستر بودن و کشتن 7 نفر با یه تیر مثلا گوش میدی به خاطر اینکه تو نمیخوای اون حس رو بگیری بدون اینکه اون کارا رو انجام بدی دیگه. خب اون انرژی اون گنگستر بودن، اون ماچو بودن، اون رئیس بودن رو بگیری، اون باس بودن رو بگیری بدون اینکه نیاز باشه هزینه باس بودن رو پرداخت کنی. بحثم اینه که احتمالاً منی که ایدئولوژیم نزدیک به مهمزی موزیکی رو تو این مواقع گوش میدم که از اون چسناله درونم بخونه، اون چسناله درونم بریزه بیرون که من مجبور نشم اون چسناله ها رو خودم به زبون بیارم یا اونجوری رفتار کنم. میدونی منظورم چیه؟ به خاطر این میگم ممکنه این چرا گوش ندم، ولی خب این حرفی که میزنم سیف داره، این حرفی که میزنم یعنی 0-1 نیست، قطعیت نداره. واقعا یه سری موزیکا اینجوریه که تو ایدئولوژیت چون طبق ایدئولوژی توه گوش میدی اون موزیکا رو، ولی در این مورد شاید اینجوری باشه، نمیدونم. تا حالا بهش دقت نکردم، اینو در این حد گفتم که شما هم بهش فکر کنید. در صورت زیاد صحبت کردیم. به نظر من یکی از موزیکای بهتر چند وقت اخیر محمدی بود. کلا پروژه های سولوشو خیلی بهتر پیش میاره. نه لزومن شرک های کلابریشن خیلی زیادی داشته که خفن بودن. پروفایل وا میکنی هست آبی فیت لیمیت، دریلا فیت لیمیت، ریونج فیت کی بود؟ با لیمیت پر ریونج. چقدر فیتاش با لیمیت خفنه. ولی خب الان تو این چند تا ریلیز اخیری که از ممزی داشتیم به نظر من ترک ترک بهتری بود، هرچند با اون ممزی که من دوست دارم بشنم فاصله داشت. الان بهتون میگم چرا فاصله داشت. از لحاظ استایلی خیلی فاصله نداشت واقعا، از لحاظ فلوی، از لحاظ ملودی ها، از لحاظ میگم کلا استایل ظواهر خیلی فرقی نداشت. من توی اینجور چک ها یه چیزایی از ممزی میشنم که ممزی داشت ناراحت نشوی میشنوی، مرز بیشوریه. میدونی چی میگم؟ مثلا تو شوخی های بامزه رو اگه دقت کنی دم مرز بیشوریه. زیادی اون مرز رو رد کنی واقعا بیشور خطاب میشی دیگه، بامزه نیست. زیادی هم نزدیک نشی به اون مرز بیمزه است. مثلا یه سری شوخی های بامزه است که یک کم باید پا تو از مرز بیشوری بذاری اونور، ولی خیلی نذاری اونور. خب حالا همینو بیاریم به جای بامزگی بذاریم کول بودن، بذاریم نمیدونم تحریک کننده بودن. من از یکی از کسایی که الفاظش، چیزایی که استفاده میکرد توی لیریکساش همیشه اینجوری بود که مثلا راجع به شوگر دادی و اینکه تگ نمیکنه وقت کسی نبینه بک فوکال حسوده، مثلا اینجور بیتاش بیتایی بود که یه سری چیزایی که مثلا روی مرزی همیشه راه میره ممزی با لفظاش که مثلا بعضی وقتا پاشو میذاره اون بره مرزیه و لفظ باحال میسازه. به نظر من از اون لفظا کم داشتین ترک، از اون لفظایی که یه مرزی رو رد کنه که تو انتظار نداشته باشی یکی رد کنه توی ترک و همچنان که رد میکنه باحال، مونتا اونقدرم رد نکنه که بیشوری باشه دیگه. ولی از لحاظ میگم استایلی به نظر من ممزی باحالی بود. بعد از چه یک گیری احتمالا تو کامنت به قافیه‌های ممزی میدید، ممزی همین جوریه، کلا خیلی اونجوری قافیه‌های پرفکت رایم و این چیزا نمیچینه. بعضی وقتا مثلا استایلش یه جوری میشه، اینجا مثلا یکی دو تا قافیه‌اش گوش منو اذیت کرد. خب تا قبلی هم اینجوری بود، تا قبلیش با کاوه اگه اشتباه نکنم، ولی کلا استایلش اینجوری. اتفاقا فکر کنم کار سخت‌تری هم داره میکنه، اینکه تو تئوری دو تا کلمه‌ای که ممزی قافیه میکنه رو نمیتونی قافیه کنی، ولی با دلیوریش اینا رو قافیه میکنه. تکنیکی که انجام میشه، کودک بلک اصلا مستر این تکنیکه. اینجوری نیست که آرمان های هیپ هاپ مثلا ریده شده باشه توش، نه. استایل ممزی کلا همینه. تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک برای من نزدیک 6.5 نزدیک 6ه. میگم من استایل ممزی رو دوست داشتم، بیتمون رو دوست داشتم، کلا پرفورمنس ممزی رو دوست داشتم، ولی هسته ترک اونقدر تکونم نداد به نظرم. شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک، ریاکشن ویدیو رای دوست داشتید نداشتید، فورگان یادتون نره تو کامنت، ویدیوهای کانال دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، زونگ زونگ بغل سابسکرایب هم گذاشته شده برای شما که روی اون کلیک کنید و از آپلود ویدیوهای بعدی از طریق نوتیفیکیشن مطلع شید. گود باوت ها ویدیو بعدی فور گاز.